مقامات جمهوری اسلامی به تازگی هشدار دادن که افسردگی جامعه ایران رو به شدت تهدید میکنه. برای واکاوی این مهم حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، ریشه افسردگی در ایران آیا فقط دلایل فردی داره یا دلایل اجتماعی نیز به اون دامن میزنه؟ خب مثل همه جای جهان هم میشه برای افسردگی دلایل روانی آورد، هم دلایل ژنتیکی و به اصطلاح جسمی که مربوط به اختلالات هورمونی میشه، هم میشه دلایل اجتماعی آورد. ایران هم از این مورد استثنا نیست. شاید دو تا از عامل‌های مهم اجتماعی که در مورد جامعه ایران بیشتر از هر جای صدق بکنه یا خیلی صدق بکنه، دو تا عامل مهم هست. یکی مسئله اون نوع از اضطرابی است که ناشی از دست دادن یک چیز ارزشمنده، که میدونیم یکی از عوامل پایه‌ای افسردگی است. مثلا یک شخص ارزشمند یا یک موقعیت ارزشمند تحصیلی، شغلی و امثال اینا. خب در جامعه ما در این سالهایی که بی‌ثباتی بوده و فردا روز معلوم نبوده که چه روزی خواهد بود، این همیشه این تهدید به از دست دادن چیزی که الان دارید میتونه یک عامل مهم اجتماعی گسترده باشه در افزایش افسردگی، یعنی گسترش افسردگی. عامل دیگه هم مسئله همبستگی اجتماعی که تحقیقات متعددی نشون داده رابطه مهمی با افسردگی داره، به دلیلی که همبستگی اجتماعی با خودش نوعی حمایت اجتماعی میاره و وقتی حمایت اجتماعی کاهش پیدا میکنه، افسردگی هم افزایش پیدا میکنه. شاید یک نمونه خیلی خوبش برای این موضوع مسئله طلاق هست، که هم نوعی اضطراب ناشی از دست دادن یک چیز ارزشمند، مثلا یک رابطه، یک خانواده و امثال اینا، یا حتی فرزندان، یا به عامل حمایت اجتماعی ناشی از زندگی خانوادگی یا بودن در زندگی خانوادگی هم راجع میشه. یعنی میبینید که طلاق که یکی از عوامل افسرده کننده است، کاملا با این دو جنبه، یعنی عامل از دست دادن چیز ارزشمند و همینطور مسئله همبستگی و حمایت اجتماعی ارتباط داره. یه عامل دیگه هم که بد نیست اشاره بکنیم اون این هستش که درسته که در ایران افسردگی رو به گسترش، اما شدت اون نسبتا پایینه، یعنی تحقیقات نشون داده که در حد نسبتا خفیفی هست. به علاوه این رو هم اضافه بکنم که افزایش یا گسترش افسردگی میتونه ناشی از بیماری قلمداد شدن این پدیده باشه که نسبتا جدیده، یعنی چیزی بوده 40 ساله که به طور رسمی در مجامع روانپزشکی به عنوان یک بیماری شناخته شده، به ایران هم آمده این پدیده. بنابراین مثلا شما 60 سال پیش کمتر میبینید که از این به عنوان یک بیماری یاد شده باشه، و وقتی میاد تو فهرست بیماری ها خب طبیعی است که از آغاز ممکنه که معنای گسترش هم داشته باشه در یک جامعه. قاضیان، از طلاق و بودن در زندگی خانوادگی گفتید. بعضی از خبرها حکایت از افسرده بودن کودکان در ایران داره. آیا واقعا افسردگی به سن پایین‌تر هم تسری پیدا کرده؟ برخی از تحقیقات همونطور که شما میگید نشانه از این هست، ولی این رو ممکنه به همین دو تا عامل نسبت بدیم. یکی همون عامل کاهش همبستگی اجتماعی که میتونه ناشی از فروپاشی خانوادگی باشه، یا اختلالاتی که در زندگی خانوادگی است و همیشه فرد رو در معرض تهدید از دست دادن قرار میده، و یکم مسئله موقعیت‌های شغلی و تحصیلی آینده است. مثلا فشار کنکور رو در نظر بگیرید که یه عامل تهدید کننده از دست دادن چیزهای ارزشمند مثل قبول نشدن در کنکور، که خودش میتونه منشأ اضطرابی افسردگی باشه. خب اینا رو اگر در کنار اون موضوعی بگذارید که من ازش یاد کردم، این که یه پدیده جدیدی است که تازگی ها ما عنوان بیماری رو بهش اطلاق میکنیم، و این رو در کنار این موضوع بذارید که ما به شکل گسترده مصرف کننده روانشناسی های همه پسند شدیم از طریق کتاب ها، برنامه های رادیو تلویزیونی که اونها روی این موضوع مانور میدن، و ما هم به عنوان شنونده ها و مخاطبان این برنامه ها یا رسانه ها تصور میکنیم که پس ما یا فرزند ما هم ممکنه که دچار چنین بیماری باشه، و اون وقت این رو در آمار و ارقام هم میبینیم که باعث گسترده شدن افسردگی در کودکان و جوانان تلقی میشه. آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما. خواهش میکنم.